به نام خداوند. سلام بچه‌ها، قسمت دیگه‌ای از حل تست‌های کاربرد مشتق. لول سوالامون هم یواش یواش داره میره به سمت بالا و نکته‌های بیشتری شما یاد می‌گیرین. میشه گفت شاید یه جوری در ادامه جلسه پیشمون باشه، ولی نکات جدیدی رو شما امروز می‌بینین. پیدا کردن اکسترم‌ها بدون استفاده از مشتق و کاربرد نمودارها و بررسی سود نزولی بودن تابه‌ها حرف اصلی توی جلسه امروزمون می‌زنه. بریم کارامون رو دنبال کنیم با هم. شماره 24 بچه‌ها با هم صحبت کنیم. افکسی به من داده فرمتش درجه 3. توی یه بازه نزولی هستش، مشتق منفی، یه مشتق بگید بحران رو پیدا کن، جذب تعینات بکش برای من. ببینیم چه خبره. افریم ایکس 3x2 منهای 6x منهای چند 45. بحرانی رو میخوای پیدا کنی، یه مساوی صفر میذارم و اینا به سم سادهش میکنم، میشه x2 منهای 2x منهای چند 15 مساوی صفر. بعد فکر کنم درجه 2 تجزیه شونده است، سیگار 15 به 3 میشه 5 و 3، درسته؟ x منهای 5 و x به اضافه 3 مدلی ضربش رو میشه منفی 15، جمعش هم که منفی 2. یه x مساوی 5 اینجا گیر میاری 5، یه x هم مساوی چند منفی 3 اینجا گیر میاری دیگه 2 تا x. جدول منفی 3 5 برای f'. اینجا مشتق صفره، منفی بی‌نهایت، مصاد بی‌نهایت، تعیین علامت. تعیین علامت آقا جان، مشتق ما تعیین علامت کنی اینجا رو. این خونه اولش مثبته، بعد منفیه، بعد مثبت دیگه، صعود نزول صعود. دنبال نزول میگشتم اینجاست، یعنی بازه منفی 3 تا 5 نزولی بود. بی منهای آ، این نقش آ رو بازی میکنیم. بی منهای آ یعنی 5 منهای منهای 3 میشه مثبت 3 8. گزینه چند؟ گزینه 2. اون کلمه حد اکثر بی منهای آ، ببینیم این وسط هر بازه بگی منفی 3 تا 5، نمیدونم منفی 2 تا 4، نمیدونم منفی 1 تا 0، هر چیزی این وسط ها بگی نزوله دیگه. میگه تا اونجا که میشه بازه باز باشه. این بیه و آیه اصطلاحا خیلی فاصله داشته باشن که بشه حد اکثر بی منهای آ، یعنی فاصله داشته باشه. یعنی این نقطه پایان 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 رو بی بگیر، اول هم آ بگیر، نه اینکه زیر مجموعه هاش رو بگی به من. بریم 25. روی این نمودار کتاب درجه 2 نقطه M رو انتخاب میکنم، از اون دوتا عمود به محورها رسم میکنم. طول M یعنی محدوده Xش بین 1/2 تا 1، حتی اکثر مساحت بین خطوط عمود و محورهای مختصات. واسه ببینم اون تابه اصلا لازمم نیست رسمش کنم، یعنی تو فکر کنم یه همچین تابه، یالا همچین علکی چیزی کشیدم من بر خودم. نقطه M اینجا شما داری، یه عمود اینجا میندازه، یه عمود اینجا میندازه، درسته؟ شما این فاصله رو میگی x، این فاصله رو میگی y، میگی مساحت اینجا بشه، یعنی مساحت اینجا رو میخواد دیگه با محورهای مختصات. لوپ مطلب مثل این که بحث بهینه‌سازی مساحت x ضرب در y. مساحت x ضرب در y‌ش کی هستش؟ y‌ش رو شما داده بود دیگه، منفی x2 به اضافه چند x. این نقطه M یه x‌ی داره یه y‌ی داره دیگه، منفی x2 به اضافه چند x. برای اینکه مشتقم بخوام بگیرم راحت باشم، منفی x به اضافه x2 رو اینجوری بنویسم که تو مشتق راحت باشم. مشتق مساوی صفر، جدول تعیین علامت اینه فقط اون محدوده x رو بهم داده ها، حواس جمع باش، محدوده xش بین چه کشون گفته 1/2 تا 1، یعنی من همین الان یه بحران دارم، دو تا بحران دارم، 1/2 و 1. مشتق رو بیاد منفی 3x رو به اضافه 2x مساوی با 0 رو x رو فاکتور میگیرم، منفی 3x به اضافه 2 مساوی با 0 رو x پیدا میشه، 0 که کنسله چون تو کادر نیست، x پیدا میکنم 2/3 اینم هست. حد اکثر من پس اینجا با این 3 تا x دارم، 1x دارم 1/2، 1x دارم چند 2/3، 1x هم دارم چند 1. ببینم کی بیشترین هستم میشه، ماکس مطلقش رو میخوام. کجا x رو بذارم؟ اینجا دیگه، اینجا منطقه تر دیتا، اینجا دیگه، آره دیگه اینجا منطقه تره. اسا رو حساب کن، مساحت ها رو حساب کن، 1/2 بذارم میشه 1/2 منفی 1/4 به اضافه اینجا هم 1/2 میشه مثبت 1/4، این میشه 1/8، این یه مساحت. گزینه هم دارم ولی حساب کنم 2/3 بدم، 2/3 اینجا مساحت حساب کنم، 2/3 2/3 بذارم اینجا میشه منفی 4/9 به اضافه اینم 2/3، یعنی 2/3 دیگه، 3 ضرب کنم یعنی 6/9، 2/9 میشه مساحت، اینجا هم 2/9، 4/27 اینم بعدی بیا 1 بدیم، 1 بدم کلا اصلا 0 میشه، مساحته میشه منفی 1 میشه میشه 0. خب این وسط بیشتری که این که نیست، این 1/8 یا 4/27 کدومی که بیشتر هست شما میزنی و من یکی از دو تا رو که انتخاب کن. حالا من الان گیر کردم که 1/8 4/27 اینجا علامت مناسب کی بیشتر هست.
آقا ببین این کمتره دیگه، اینجا ببین 1 27 تا 27 این 32 این کمتره، پس کمتر این کمتر این یکی بیشتر از هم است. نقش چی رو بازی میکنه؟ نقش ماکسیموم. گوسین دو میریم بعدی. شماره 26 فرمت تابع هموگرافیک درجه یک به درجه یک. پس سالای هموگرافیک یه جوری دیگه اینجا بهتون میگم نیاز زیادی به مشتق نداره، گرچه شاید توی یه سالی هم مشتق گرفتم ولی خب نیاز زیادی به مشتق نداره. چرا الان سالا خود دقیق میخونی محل تلاقی موجانه بار میخواد، تابع هموگرافیک تو موجانه بیشتر نداره که درجه یک بده، یه موجان قائم داره که ریشه مخرج، یه موجان افقی هم داره که از ذریع نسبت ضریب ایکس ها وجود میاد دیگه. بعد اون تا موجانه رو برام پیدا میکنه، ایکس و ایگرگش پیدا میشه، میگه روی این خط قرار داشته باشه، قرار میدم توی این دیگه ای و بی اینا پیدا میشه خودش. بی اینجا اولا تو یه موجانه قائم بده، موجانه قائم میگه مخرج مساوی با صفر و راحت ایکس پیدا میکنی چند بی. یه موجانه قائم داری، یه موجانه افقی بده، تو موجانه افقی شما میگه آقا حد بعد میگرفتم ایکس به سمت بی‌نهایت بیشترین درجه به روی بیشترین درجه 2، پس ایگرگ مساوی چند 2. الان یه انگار یه مجرم قائم داری ایکس شند بیه، یه مجرم افقی هم داری ایگرگش دوه. این که تابع شما هموگرافیکتون چجوریه، این مدلیه یا این مدلیه، اونا دیگه به من ربطی نداره. من راجع به نقطه تلاقیه میخوام بپرسم، نقطه آی نقطه تلاقی ایکس شیه بیه، ایگرگش شیه ایگرگش دوه. این نقطه بالاخره روی این قرار داری یا نداره؟ خود گفتی دیگه برسر ایگرگش دوه، سه ایکسش بیه، این هم که چند بیه. آقا 4 بی 2 عزیز من، بی من پیدا کردم، بعد 1 دوم گزین چند 1. این از 26 بریم 27. 27 تو این شکل که ای بی سی دی پیدا کن. بی سی دی. اولا این نقطه برخورد اینجا دارم. نقطه کمکیه 0 داده 1 شده. این یه اطلاعات. نقطه بعدی بده. تو مخرج ریشه مضاف دارین تو 1. مجانب قائم یک سویه، قبلا یه سالی تو جلسات قبل راجع به این حرف کرده بودیم، مجانب قائم یک سویه یعنی حتما ریشه مخرج ریشه مضاف بوده توی یک. یکی دیگه هم دارم اکسترموم میدارم که ایکسش دوه، تو تابع که هستی اکسترموم صحبت میکنی با من، حتما تو اوربیتالش هم سه تو، یعنی ایگرگش مساوی با خودش مساوی با اوربیتالش هم میتونه باشه. خب فکر کنم بتونم کارات انجام بدم. اول به مجانب قائم گیری بدیم. مجانب قائم همونجوری که گفتم تو x مساوی 1 مخرج، اینجا به خاطر این دارم میگم، حتی مخرج باید یه چیزی باشه x منهای 1 داشته باشه که 1 صفرش کنه، تازه با توان 2 باشه که مجرم قائم یک سویه باشه، حالا یک سو به سمت بالا یک سو به سمت پایین، یعنی مخرج باید این مدلی باشه x2 منهای 2x به اضافه 1 باشه. هست دیگه x2 x2 c مون چند منفی 2، اینم d مونه d مون هم چند 1، این c و d پیدا شد. خدافظ. یه نقطه هم اینجا داری، نقطه کمکی. آقا صفر داده یک شده، این نقطه بالاخره صفر یک که دیگه کمکیه دیگه، صفر بده به تابع، صفر بدم به تابع میشه صفر اضافه بی میشه بی، اینجا هم صفر بدی میشن دی، این باید یک در بیاد، بی دی که خودش یک، اینم یک، پس بی مونم پیدا کردی یک، اینم از این مونده فقط ای. تابع شما تو دو اکسترموم داره، حالا مینیموم داره. اف تو بنویس، ببین اف اف ایگرگ اف ایکس ات، یه بار بنویسش آ ایکس به اضافه ب پایینم ایکس تو به اضافه سی ایکس به اضافه دی. در مورد اکسترموم تو میتونی از اوربیتال استفاده کنی، مشتق بالا جدا مشتق پایینم جدا، اینجوری در مورد اکسترموم. اکسترموم ایکسش چند است؟ 2 است. ایگرش که نمیدونی که 2 رو بذار به جای این 2 آ به اضافه b، 2 بذارم میشه 4، اینم 2 c، اینم d، 2 بذارم اینجا میشه 4 به اضافه c. کلی اطلاعات از قبل داری یا من اینا چرا نمی‌نویسم؟ 2 a به اضافه b چنده؟ b خودش 1ه، اینجا 4 دارم، c چنده؟ c خودش منفی 2 که باید میشه منفی 4، d چنده؟ d هم که 1ه، اینجا a اینم 4، c چنده؟ منفی 2. 2 a به اضافه یک یکم، اینم آ به دو، طرف وسطه کن آ پیدا شد، 4 آ به اضافه دو مساوی با آ، آ رو پیدا میکنم منفی دو چند؟ دو منفی دو سوم، اینم از این، اینم از این. خب این مثلا چی میخواست؟ آ به سده ضرب اینا، آ به سده با رنگ دیگه بنویسم، آ به سده رو برد پیدا کنم، آ به سده منفی دو سوم به که یکه، دی هم که یکه، ضرب در منفی دو، کلا میشه چند؟ 4 سوم. 4 سوم کجاست؟ 4 سوم گزینه یک، تموش رفت. این هم هست، نکته هاش فهمیدی شد؟
یک مجرب قائم یک سوی حد مخرجش مضاعف داره، یعنی مخرجش به توان دوه. دو نقطه کمکی گیر آوردی. سه آقا اینجا که ایکس سوم داد، به جای اینکه سراغ مشتق کسب بریم، مشتق صورت در مخرج میره، مشتق مخرج در صورت، بعد این مساوا صفر بذاری، این عذابا رو بکشی. در مورد نقطه ایکس سوم ایگرگ که نوشتی، از هوپیتالش هم میتونی استفاده کنی. هوپیتال چیه؟ مشتق صورت، مشتق مخرج، جدا. بعد ایگرگ که نداشتی، به جای اینکه اینو با این مساوی بذاری، اینو با این مساوی گذاشتی. ایکساش هم که گفتی در نقطه ایکس سوم دو، ایکساش رو دو گذاشتی، بی سی و اینا هم داشتی و آ پیدا شد، خالقاتی کنده شد. بریم بعدی. سوال 28، نمودار این تابع تو کدوم فاصله نزولی است؟ رسما اعلام میکنه مشتق بگیر، تعیین علامت کن، اونجایی که شیب منفیه، اونجایی که مشتق منفیه رو میخوام با اون نزولی انتخاب کنم. مشتق این مشتق ضربه دیگه. بعد یه مشتق بگیریم. آقا ایگرگ بگیریم، مشتق اولی، حالا می‌نویسم سریع عجله نکن، ایکس به اضافه یک دومی به اضافه مشتق دومی در اولی، اینجوری نوشتم. استایل مشتق رو چیدم، مشتق اولی توان داره، توان کنار، مشتق توش هم که یکه، یه توان کمتر، مشتق دومی راحت یک. میخوام بحرانی رو پیدا کنم، ولی فکر کنم الان ساده کاری داره. من یه ایکس منهای یک با توان دو، چون همینجا وجود داره، همینجا وجود داره، فاکتور میندازم. از این یه سه میمونه، این که رفت تو فاکتور، یه ایکس به اضافه یک میمونه، به اضافه دو تا از این هم رفت توی فاکتور، ایکس منهای یک میمونه. مرتب کن، x منهای 1 به توان 2، اینجا میشه 3x با x میشه چند؟ 4x، 3 میمونه با اون میشه چی؟ مثبت 2. این شد مشتق. حالا چینو صفرش میکنه 1، چینو صفرش میکنه منفی 2 4 و منفی 1 2. جدول بکش. برای y پیدی میخوام ببینم چی به چیه، نزول سقوطش رو بگم. منفی 1 2 دارم، 1 داره اون افا. اینجا و اینجا دو تا بحران داشته، چینو صفر میکنه، چینو صفر میکنه، دو تا بحران پیدا کرده بودی. تعیین علامت مشتق مثبت در مثبت مثبت شروع میکنم. متوجه یه ستاره دار دارم، جایی که ریشه مضاعف داریم، یکی اینجا وجود داره که توان دو داره، ستاره میذاریم که تغییر علامت ندیم. پس این مثبت، اینم مثبت، تغییر نکن. بعدی چی میشه؟ منفی. نزول و صعود و صعود اینجوری میشه. حالا تو چی میخوای؟ نزولی میخوای، یعنی اینجا جوابه، یعنی ایکس های کمتر از چند؟ منفی 1 دوم گزینه 2 تماشا رفت. تمام. اف رو میخوام توی 29 برات رسم کرده باشم. اکسترموم ها یعنی ماکسیموم مینیموم های قدر اف ایکس، نسبت اکسترموم به مینیموم های اف قدر ایکس. حواس جمع باشه، ببین تو این اکسترموم ها رو میخواد، تو این مینیموم ها رو میخواد. خواه تو کل قدر رو بلد بود دیگه، کل قدر چی بود داستانش؟ بالا بماند، پایینی رو به سمت بالا. این ایکس قدره، ایکس قدر چی بود؟ چپ پاک راست به چپ قرینه، یعنی نکات تابه است بیشتر، رسم اینم داره تابه. بعد بی راجع به اکسترماش صحبت کنیم. اینجا دقیقه من افو رست کردم برات، اینجاست. اگه کل قدر رو میخوای، اینا که بالا هستن بالا بمونن، حالا همچنین اینجا این پایینیه رو بنده بالا، بفهم رفت بالا، این پایینیه بره بالا، اینجوری میشه. این بالا هم که بالا هست دیگه، زیر هم دیگه، درست شد، یه همچین چیزی میشه. اکسترموم هاش رو میخواد، مینیموم ماکسیموم هاش رو. یکی اینجا مینیمومه، دو تا، سه تا، چهار تا ماکسیموم، اینم یه مینیموم دیگه، 5 تا، 6 تا، 7 تا. 7 تا اکسترموم ما رو میخواستم، 7 تا پیدا کردم. بیا راجع به اف قدر ایکس، اف قدر ایکس آقا چپ پاک راست بذاریم بمونه، ها راست بذاریم بمونه، راست بذاریم بمونه، اینجوریه، این راست مونده، چپ پاک، چپ محورگی، بعد راست به چپ قرینه، یعنی یه همچین مدلی اینجا شما ایجاد میکنی برای من دیگه. میریم سمت پایین. اینو مینیموم هاش رو میخواد، مینیموم هاش رو، مینیموم هاش رو. یکی این که نه، این دو تا، این که نه، این سه تا، اونم که نه، سه تا. این مینیموم هاشو میخواست، این سه تا، نسبت 7 تا به 3 تا، 7 سوم میشه نسبت گزینه چند، و مینیموم هاشو میخواست. حواس جمع باشه. تمام دیگه، بریم ببینیم 29 تموم شده، 30 چی میگه. تابع فیکس حاصل ضرب مقادیر اکسترموم تابع. دو مدل برات حل میکنم، یه بار با مشتق، یه بار بی مشتق. خاص ضرب مقادیر اکسترموم یعنی مثل اینکه یه ماکسیموم داره، یه مینیموم داره، ضرب اونا رو میخوام، مقدار ایگرگاشا. با مشتق باش، علی حساب یه مشتق بگی بیاد، اف پریم ایکس. نمیدونم مشتق 12 13 23 یاد هست یا نیست، این مشتق کسره. خب
من میتونم بگم مشتق صورت در مخرج، بعد مینهای مشتق مخرج درصد این کارو کنم، ولی با اون مشتق سریه میخوام برم چرا دیگه. تو قبلا تو صفر تا صدا اینو دنبال کردی دیگه. بالاخره آقا مخرج به تمام دو، این مشتق درجه به درجه دو حتما یه x2 داره، حتما یه 2x داره، حتما یه دونه چی داره، یک داره. ضریبای بالا پایین بده بیاد، 1 0 3، x2 x نداش بس 3، این ضریبش 1 2 2، 12 یعنی اول دوم میشه 2 منهای 0 میشه 2، 13 یعنی اول سوم 2 منهای 3 میشه چی، منفی 1، 23 یعنی اینو این میشه 0 منهای 6 منفی 6. مشتق بده ببینم، مرتبش کن f' x رو قشنگ ببینید، 2 x 2 دارم، منهای 2 x دارم، منهای 6، بعد x رو به اضافه 2 x به اضافه 2 به توان چند، 2. بحرانی ها رو پیدا کن، مساوی با 0 بذاریم، چش صورت رو مساوی با 0 بذارم، همه رو به 2 ساده کنم اینجوری. خب این که x رو پیدا کردم پوستم کنده میشه که دلتا بده به 2 1 4 آسه هم میشه مثبت چند، 12 13 x ها رو نگاه، اوه 1 مثبت منفیه رادیکال 13 تقسیم بر 2 آ هم که میشه 2، 2 تا x بده کردم. جدول تعیین نهایت بکشم، x از منفی بیاد، یه بار این منفیه رو بذاریم رادیکال 13 دوم، یه بار مثبت رو بذاریم اینجوری رادیکال 13 دوم مثبت بیاد. تازه مشتق مثلا یه خورده سریع گرفتم برای خودم دیگه، سرعتم مثلا تو مشتق گیری مثلا زیاد بوده که 12 13 23 رو مثلا بلد بودم و این کار رو انجام دادم. این یه خورده یاد بگیرین، بلد نمیشه 2 منهای 3 بعد این 2 منهای 3 که میشه منفی 1، اینجا 2 ایجاد منفی 2 ایجاد شده و الی آخر. کاری باشن دارم اینجا دو تا ریشه پیدا میکنید شما، تعیین نمات اینو باید تعیین نمات کنید، مثبت منفی مثبت، اینجا که مثبت دیگه از اینجا شروع کردم، سود نزول سود، اینجا به شما چی میده، ماکسیمم میده، اینجا به شما مینیمم میده. حالا بحث اینجاست که ایشون ای یک پریم تعیین کرده، ایشون مقادیر ماکسیمم مینیمم میخواد، حالا ایگرگ باید حساب کنی، یعنی یه بار ایکس رو بذاری یک من رادیکال 13 دوم بری ایگرگ حساب کنی، هیچی دیگه، برو اونجا ایگرگ حساب کنم چه خبره. من الان اصلا حال روز خوشی ندارم، چجوری بکشم اینجوری، نه این الان خوب نیست اینجوری، این ایکس رو میخوام بذارم اونجا حسابش کنی، بعد تازه ایکس بعدی رو یک به اضافه رادیکال 13 دوم بذارم اونجا ایگرگ حساب کنم، اینم همچین زیاد خوب نیست، بعد تازه این رو با هم دیگه ضرب کنم. این رسما دارم بهت اعلام میکنم عزیز جان، روش مشتق به فناس. تو تا بیای مشتق بگیری ایکس رو حساب کنی، بعد از ایکس ایگرگ، باز اگه ایکس روندی پیدا میشد آدم میگفت خب دیگه حالا ایکس تو روند بده کردی میتونی بری حساب کتاب کنی، ایگرگ هم حساب میکردی، ولی این دیگه رسما به فنا رفته. روش تو اومشو قبلا به شما گفتم، تو یادت احتمالا نیست، این ایگرگو بذار اینجا، ایکس 2 به اضافه 3، اینم ایکس 2 به اضافه 2 ایکس به اضافه 2، برد پیدا کردم بی مشتق توی تابای کسری، یه طرف از سینی بده به من، ایگرگ ایکس 2 به اضافه 2 ایگرگ ایکس به اضافه 2 تا ایگرگ مساوی ایکس 2 به اضافه چند 3، مرتب کن بر اساس ایکس، یعنی که چی؟ اینو بیاریم بر ایکس 2 فاکتور میشه ایگرگ منهای چند 1، ایکساش اومد، اینم 2 ایگرگ ایکس، اینم 2 ایگرگ منهای 3 مساوی چند 0. الان ایکسی مرتب کرد، یعنی از نظر تو انگاری درجه 2 داری که این آه اینجا بیه، اینجا آه اینجا بیه، اینجا هم کلن چند سیه. آقا تو این تابه بالاخره ایکس داری یا نداری؟ آره، پس حتما باید اینجا ایکس ها دلتاش بودی تمام سوسه باشه شو ایکس پیدا کنیم. بریم چلو، به 2 منهای 4 آسه 4، ایگرگ 2 منهای 4 در ایگرگ منهای 1 در 2 ایگرگ منهای 3 بودی تمام سوسه چند صفره، همین به 4 ساده، ایگرگ 2 منهای ایگرگ منهای 1 در 2 ایگرگ منهای 3 بودی تمام سوسه صفر. دارم برای ماکسیمم میمون ایگرگا رو پیدا میکنم، این ایگرگا یکیش ماکس یکیش مینه، مرتب کن ایگرگ دو مینهایه، آقا اینجا پخش کنیم با هم دیگه میشه دو تا ایگرگ دو یه مینهای سه، ایگرگ مینهای دو ایگرگ میشه مینهای پنج ایگرگ به اضافه سه، ایگرگ دو مینهای میشه منفی ایگرگ دو، بعد میشه مثبت پنج ایگرگ، بعدش هم میشه منفی سه بگویتم تو چند صفر. الان احتمال قوی دو تا ایگرگ پیدا میکنی تو، الان دو تا ایگرگ پیدا میکنی، نمیخواد پیدا کنم، دو تا ایگرگ پیدا میکنی بر اساس ایگرگ میخوای تعیین علامت کنی. خب اینجا ها صفر، این ریشه اینجا منفیه، بعد مثبت اینجا منفیه، شما اینجا میگه بین این ایگرگ شماره یک و این ایگرگ شماره دو که پیدا میکنم تو محدوده ایگرگ هات میشه بین این دو تا ایگرگ شماره یک و ایگرگ شماره چند دو، اینجا میشه یکی ماکس میشه یکی مین میشه،
چرا بس پیداش نمی کنیم؟ نیازی نیست، ضرب میخواد. یعنی ایگی شماره یک ضرب در ایگی شماره دو میخواد ضرب میخواد. ضرب تو درجه دو از سی او سی او منفی سه به منفی یک این سه تموم شد رفت گذاشتن چهار. تو فکر کنم با اون میره خواستم حساب کتاب کنم. یعنی ممکنه به ظاهر روش سخت‌تری بیاد ولی حداقل بهتر از مشتقه. هر وقت تو کسریا این دیگه اوج سوالی دیگه، مثلا از اون تابع درجه دوهایی گیر آوردم که دیگه خیلی مثلا لیورش باز خیلی محاسباتم داشت. مثلا هر وقت تو کسریا این مدلی ماکسیموم مینیموم خواست یه ایگرگ مساوی با بذار طرف وسطی کن این مرتبش کن دلتا مساوی با صفر، یا بهتر بگم که این دلتا بزرگ مساوی با صفر تو رو میبره تو فضای ایگرگ ها، که این ایگرگ ها یکی مربوطه به ماکسیموم یکی مربوطه به مینیمومه. ایگرگ ها تو میتونی مر خود چیکار پیدا کنی. بعد تازه برد یعنی پیدا کردی یه جورایی، بیشترین و کمترین پیدا کردی، یکی ماکسیموم مطلقه یکی مین مطلقه. این دوتا ایگرگ رو پیدا کردی. حالا اینجا ضرب میخواست دیگه، اصلا حتی خود ایگرگ رو هم پیدا نکردم، از سیام استفاده کردم، جمع میخواستم از منفی بیام استفاده میکردم. آقا صاحب یعنی که خود ایگرگ رو میخواست چی؟ خب دیگه این درجه دو دیگه، درجه دو برای ایگرگش پیدا کنی دیگه. دلتا بگی یه دلتایی که ربطی به اون نداره، دلتایی که این ایگرگ رو به تعبیر بده، یه دلتا بگی این دوتا ایگرگ هم برای خود پیدا کن، برات بزن جات تو جواب سوال دیگه. تمام بریم 31. حالا مینیمم نسبی این تابع رو میخواد. خب چیکار کنم؟ هیچ چیز مشتق بگی. فرمای نیست که مثلا تو بگی درجه دو درجه دو مثلا میتونی با اون سبک قبلی حل کنی. مشتق بگی میکس برای پیدا کنیم چه اتفاق میفته. افریم موسو با صفر هم میرم دیگه، بحران محران برای پیدا کنم این نفع. حواسم از رادیکال یه وقت منفی نشو اینا. مخرج به توان دو که میشه ایکس به اضافه یک، مشتق صورت در مخرج، مشتق صورت در مخرج ایکس به اضافه یک با رادیکال داره میاد دیگه. میرم مشتق مخرج در صورت، این اینجوری هست. این افریمو دارم حساب کتاب میکنم. مشتق صورت یک، مشتق مخرج این هست یک بر دو تا رادیکال ایکس به اضافه چند یک. یه در این رادیکال ها بالا پایین ضرب کنم، رادیکال ایکس به اضافه که از این فرم رادیکال تو رادیکال خلاص شدم میخوره راحت تر بتونم نظر بدم. ایکس به اضافه یک رادیکال ایکس به اضافه یک اینجا ضرب میکنم بالا و پایین. اینجا رادیکال ایکس به اضافه یک ضرب کنی رادیکال با این رادیکال میشه خود ایکس به اضافه یک مینایه. آ یه دو هم ضرب کنیم، میگه دو هم ضرب کنیم که اون دو هم به این بره. این دو دو تا رادیکال ضرب کردم، دو رادیکال ضرب کنم با این میره فقط اونجا ایکس به اضافه چند میمونه برای شما 11. صورتو نگاه، 2 ایکس منهای ایکس میشه چند ایکس، 2 منهای 11 میشه منفی 9. پایینم دو تا ایکس به اضافه یک دارم و رادیکال ایکس به اضافه یک دارم. این حرفا بحران. آقا مشتق مساوی با صفر شما صورت مساوی با صفر میده، ایکسش میشه 9 که زیر رادیکال اینا رو منفی نمیکنه. حل قضیه تو دامنه اینم شروع به کار کرده بودی، دامنه اف تام اگه یاد باشه از منفی 1 به بالا بود، اینجا میخواستم مثبت باشه دیگه، منفی 1 مساوی نزدم براش دیگه، چون زیر رادیکال رو من صفر میکنه تو مخرج صفر میشه داستان میشه. پس از منفی 1 به بالا میخواستم که 9 دیگه، 9. آقا تعیین عمل ببینم مین نسبی گزینه مشکوک داری ندارد؟ نه. پس همین 9 به شما مین میده دیگه. من دیگه بحث جدول میکشم. یعنی اگه لازم بود یه خورده شک کرده بودی الان برات افری میگفتم از منفی 1 به بالا 9 میذاشتم اینجا، میگفتم 9 اینجا رو صفر میکنه، بعد اینو تعیین عمل میکردم برات، میگفتم اون ور 9 مثبت این ور 9 منفی، شما یه نزول داری صعود داری، درجه یک رو تعیین کردم چون اینا که مطمئنم مثبته. ببین از منفی 1 به بالا اینا همه مثبتن، بالا بود درجه یک راست موافق چپ مخالف نزول صعود، اینجا میگفتیم مینیممه، ولی این دیگه لازم نداشتم. چرا؟ چون گزینه مشکوک که نداری، که اینا که میگه مینیمم ندارد این حرفا، همین 9 به شما مینیممشو میده. مقدار میخواد، آقا مقدار میخواد، یعنی باید جواب ایگرگ رو بهم تعبیر بده. ایگرگ 9 رو بذار اونجا، 9 به اضافه 11 میشه چند 20، 9 بذارم اینجا میشه چند رادیکال 10. گویا کنیم 20 رادیکال 10 به 10، 2 رادیکال 10 میشه جواب شما گزینه چند 2، مقدار کمترین حالت ممکنه دیگه. بریم بعد 32. آقا یکی هم مقدار مینیمم میخواد مثل بالایی عمل کنم. آره میتونی، ولی خب نباید این کارو کنی به نظر من، چون این تابع کسریه. یه مخرج مشترک میگه کسره، مینیمم ماکسیمم تو کسری ها میخواد پیدا کنی از اون روش قبلی که با هم صحبت کردیم، یه ایگرگ بذار طرف وسط کن قال قضیه رو بکن بکن که مقدار این جواب ایگرگ رو برام پیدا کنی. یعنی من دو تا سوال دارم پشت سر هم مثل 31 و 32 رو برات حل میکنم. میخوام بگم که اونجا مجبور شدم مشتق بگیرم، اینجا مجبور نیستم مشتق بگیرم.
میتونی اما مشتق بگیری بعد نقطه بحرانی پیدا کنی جواب تعیین نرمت این حرفا بحث، ولی چون کسره ایگرگ بذارید طرف وسطی کن محدوده ایگرگ رو بر خود پیدا کن. پس اول یک کسر کار کنیم، آره دیگه، یه مفهوم مشترک بگیرید، x به اضافه 1 میشه x2 به اضافه x به اضافه 4، این ایگرگ شماست. آقا طرف وسطی x2 به اضافه x به اضافه 4 مساوی y x به اضافه y برده بیاریم من x2 x‌هاشو فاکتور بگی بیاد اینور میشه 1 منها y، اینم میشه 4 منها y مساوی چند سه می درجه 2 ایجاد شد. این ضربش نقش آ رو بازی میکنه، اینجا نقش بی رو بازی میکنه، اینجا نقش چی بازی میکنه؟ سی رو بازی میکنه. دلتاش باید بوده تامسو چند باشه؟ 0 باشه. بی 2 1 منها y به توان 4 آمون که 1 در 4 منها y باید بوده تامسو چند باشه؟ 0. مرتب کن اتحادش رو باز کنم، مینای 4 میشه مینای 16 به اضافه 4 y گذارم سو چند صفر، مرتب 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 این 2 y، اینا با هم میشن منفی 15 گذارم سو چند صفر. این دوتا ریشه میده بهت، این اصلا تجزیه دارم میکنم، y به اضافه 5 y مینای چند صفر گذارم سو چند صفر، چی رو صفرش میکنه؟ منفی 5. چی رو صفرش میکنه؟ چند؟ 3. جدول بکشی منفی 5 3 هست و این حرفا، مثبت منفی مثبت، تو میگی بودی تمسو 0، یکی اینه یکی اینه. خب حواس جمع باش، اینجا یه صوتی و این حرفا ندی، خیلی مهمه اینو حواس جمع باش. محدوده ایگریگات میگه آقا ایگریگای من منفی بی نهایت تا منفی 5 به همراه حالا از 3 تا مثبت بی نهایت، این یعنی که شما یه تابعی داری انگار از این پای ماینا میای تا ایگرگ منفی 5، مثلا تا یه جای میای بعد میبینی پای ماینا دوباره، اونم که از 3 به بالاست، مثلا بالای 3 یه تابع اینجاست. ببین اینجا ماکسیمم، اینجا مینیممش 3 ها، یعنی گزینه چند میذارم؟ بعد گزینه 2 میذارم، ور نداری مینیممش رو منفی 5 بزنی، خیلی مهمه. این چرا این اتفاق افتاد؟ شما که آقا ثابتی قبلا کمترین ایگرگ که منفی 5 میزدی مینیمو، آها اون مال تابع پیوسته بود کامل، قبلی هایت هست دامنش آر بود پیوسته بود کاملا، کمترین ایگرگ میشد برای شما مینیموم، بیشتر ایگرگ میشد ماکسیموم. اینجا که مجرم قایم هست این وسط مثلا یه اتفاقی میفته، یعنی شکل یه خورده اون ور مجرم قایم و این ور مجرم قایم فرق، این شکل اینکار دو تیکه شده، دو پارچه شده، یه پارچه شکل ماکسیموم منفی 5 داده، پارچه بعدی تکه بعدی مینیموم 3 داده، در کل مینیموم میگی گزینه چند؟ گزینه 2 3 داده به من، یعنی جای ماکسیموم مینیموم شما موقعی که موجب قایم، موجب قایم وجود داره دیگه، چی مخرج میکنه؟ منفی 1، کسی که قبلی ها نداشتن اون وقت جای این حرف عوض کن، کمترین ایگرگ ماکس مطلقه، بیشترین ایگرگ مینه، مثلا ماکس نسبیه و کمترین ایگرگ چیه؟ مینه نسبیه دیگه، برای شما جای این صحبت عوض باید بشه. خب حل تا اینجا فهمید داستان چی شد دیگه، این جدول رو نمی کشیدم اینجا ها نمیفهمید داستان چی شده. اگه این وسط مثبت میخورد، این وسط رو اصطلاحا شما قابل قبول میدونستی، میفهمید ایگرگ بین منفی 5 تا 3 هستش و جواب این ایگرگ های شما محدوده ایگرگ های شما بودی بین منفی 5 تا 3، خب پس ماکسیمومش 3 مینیمومش منفی 5. الان قضیه فرق کرد، گزینه دو انتخاب نهایی. بریم بعدی 33. آقا تابع من داده AX به اضافه 2 سینوس X به اضافه 4، گفته تابع سودیه، یعنی چی؟ مشتقش مثبته، داره بی شمار بحرانیه. بی شمار بحرانی چه باحال، مگه میشه تابع بی شمار بحران داشته باشه بعد همش هم سود باشه؟ آره دیگه، مشتقش هیچ صفر شده تغییر نکرده، صفر شده تغییر نکرده، صفر شده تغییر نکرده، این مدلیه. چرا هی بی شمارتا؟ چون سینوس، سینوس حالت موجی داره میره به سمت جلو، این احتمال قوی مثلا هیچ جایی مشتق صفر داشته، شیب صفر رو داشته ولی مثلا تغییر نکرد، نزول نکرد، همش صعود بوده، همین ریشه در مشتق داره. ببین اینجا اولا دامنه که آر هستش، هیچ بحثی نداری با هم دیگه، این کسر و مسرو اینا نیست، این دامنه چی هستش؟ آره. مشتق بده بیا اف ایم ایکس آ هست به اضافه 2 تا کوسینوس چند x، این بی شمار بحران داره، پس بی شمار جا داره که مشتقش باید صفر بشه. چجوری؟ کوسینوس x میشه چی؟ بریم و میشه منفی آ دوم، کوسینوس x باید منفی آ دوم در بیاد. خب ولی همش باید صعود بشه، چجوری همش صعود کنم؟
تو اگه جدول بکشی خیلی جاها مثلا باید منطقا افریم ریشه داده باشه، خیلی ایکس ها داریم که کسوسش رو منفی آ دوم میشه، خیلی 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 بیشمار تا منطقا. باید همه رو بر من چی بزنی؟ مثبت بزنی، همه رو باید مثبت بزنی، چون خود گفتی صعود باشه. خب پس تو نقطه مرز این اتفاق، یعنی ببینید من به نظرم باید اینجوری باشه، این آیه مرز کسینوس و سینوس چیه؟ یک و منفی یک. این آیه که شما راجبش داری سوال میکنی، یا باید این مثلا دو دوم باشه بشه منفی یک، یا باید یک بشه. روشن شد؟ یا کن مثلا من آ رو دو بذارم، فرض کنیم آ دو باشه، اون وقت این اف فریم ایکس شما چی میشه؟ دوه به اضافه دو تا کسینوس ایکس. اون وقت این اف فریم ایکس شما چی میشه؟ دو رو فاکتور میگیری، یک به اضافه کسینوس ایکس. خیلی چیزا هست اینو صفرش میکنه، کسینوس مساوی منفی یک داریم، ولی لحاظ تعیین علامت مطمئنم کسینوس اوج دیگه کمه کمه کمش منفی یک باشه، با یک صفر میشه، متا همیشه از صفر بیشتره، یعنی جواب این همیشه از صفر بیشتره، به خاطر همه خونا رو مصب میزنی. پس آ اگه دو باشه خیلی خوبه که این جواب رو منفی دو دوم منفی یک ایجاد کنه، کسینوس منفی یک ایجاد کنه، یعنی کسینوس منفی یک ایجاد بشه. شایدم پس آ دو رو من تو گزینه الان زدم، حالا شایدم یکی بگه آ شاید منفی یک باشه، میگم راست میگه، شایدم منفی دو باشه که اینجا منفی یک تولید کنه. اون وقت این تابع اف فریم ایکس رو بنویس، مشتق اف فریم ایکس منفی دوه، منفی دو به اضافه دو تا کسینوس ایکس، یه دو فاکتور میگیری میشه چی؟ کسینوس ایکس از اون منفی یک. این دوه کسینوسی که تایتش خیلی زیاد بشه یک، که یک مینا یک از صفر همیشه چی هستش؟ کمتره، کمتر از یکی دیگه مینا یک، همیشه از صفر کمتره، جواب میشه از صفر همیشه چی؟ کمتر. اون وقت برای این علامت های مشتق همه رو منفی میزدی، پس این خوب نیست، این به درد من نمیخوره. اگه میگفت همواره نزولی همین انتخاب میکردم. لوپ مطلب آ دوه، یعنی اینو من قابل قبول ندونستم دیگه. ببینید اینجوری به شما بگم، تعیین علامت های سینوس کسینوس تو ذهنتون داشته باشید، این تعیین علامت شاید من مجبور شم برم تو دایره مثلثاتی مثبت منفی اینا رو باید ردیف کنم، بحثی توش نیست، اما تو اون نقطه هایی که تو تعیین علامت سینوس کسینوس شما به یک و منفی یک برخورد میکنید، تغییر علامت اینو در جزو نگاهش میکنید، تغییر علامت نخواهی داشت، یعنی من نزاد داشتم یه جاهایی حس صفر بشم و یه تغییر علامت ندم، میگم تغییر علامت ندی یعنی سینوس کسینوس حالا یا سینوس باشه یا کسینوس باشه به نقاط مرزی یک و منهای یک رسیده. این کی میشه یک؟ کی میشه منفی یک؟ میگی دو منفی دو بذارم، اومدم جفتشو تحلیل کردم فهمیدم دو قابل قبول برای من. حله 33 تمام، بریم 34. نقطه صفر برای این تابع چگونه نقطه ایست؟ ایکس قد خورده، حالا فعلا قدر ایکس رو نبین، دو ایکس منهای یک، ایکس منهای یک برد رسمشو، تابع هموگرافیک زیر یه دقیقه باید رسمش کنی، اصلا زیر 30 ثانیه باید رسمش کنی. الان من بدون قدر ها، الان فعلا با کاری با قدر ایکس ندارم، اصلا زیر 30 ثانیه میخوام رسمش کنم. آقا ببینیم، بذار ببینیم بریم سمت اول، زمان نگیر، حالا یه وایسا سریع موجب قائم کینو صفرش میکنه یک، یه موجب قائم اینجا میذارم یک، نسبت دو، دو ایکس بیزیر میشه نو. یه دو هم اینجا میذارم، این هم چی؟ دو، خط یک مساوی با دو، صفر هم بدن میشه چقدر؟ صفر هم بدن میشه یک، صفر دیگه هم میشه یک، یه دت بزن مین های دوه به اضافه یک میشه منفی. مدل نزول، مدل نزول، اینم مدل نزول، تمام. تابع هموگرافیک برات رسم کردم، اینجا نمیخوره بهش، حالا نباید اینجا بخوره دیگه، مجانبه دیگه. خب دست در نکنه آقا، میخوام ایکس قد رجع کنم، ایکس قد چپ پاک راست به چپ قرینه، پس اینو بکش دوباره یه بار دیگه، سمت راست که کاری نداری که؟ نه سمت راست کاری نداری، یعنی اینجا کاری ندارم، اینم کاری ندارم که اینجا مجانب شده، اینجا رو کاری نداشت، چپ پاک راست به چپ قرینه، راست به چپ قرینه که اینجا اینجوری میشه، اونم میاد این ور میاد روی چی؟ روی مین های یک دیگه، اینجا که روی یک بود اینجا میاد روی چی؟ روی مین های یک دیگه، راست به چپ قرینه، اینم میاد این ور و اینم میشه این ور، شکل کلا علم شد. راجع به کدوم نقطه داشتی سوال میکردی؟ صفر، اینجا صفر نقطه ماکسیمومه، گزینه دو ماکسیموم نیست، میسته به اطرافیانش بالاتر، ایکس مساوی صفر رو داریم سوال میکنم، اما گزینه چند دو؟